این غرفه ایران در نمایشگاه دفاعی قطر است. حضور فرماندهان سپاه پاسداران در کنار نمونه‌های از موشک‌ها و تجهیزات نظامی ایرانی در این نمایشگاه اعتراض ایالات متحده را به دنبال داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با محکوم کردن حضور ایران در این نمایشگاه، این کشور را بزرگترین تهدید برای ثبات دریایی خلیج فارس دانست. این در حالی است که احتمال حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا نگرانی برخی کشورها، مقام‌ها و خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به دنبال داشته است. دو تن از اعضای خانواده‌های جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه در 18 دی 1398 در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند که این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. آنها در این نامه با اشاره به مستنداتی که به گفته آنها تروریستی بودن شلیک به سوی هواپیمای مسافربری پرواز 752 توسط سپاه را ثابت می‌کند، از این نهاد نظامی به عنوان منبع اصلی جنگ، بی‌ثباتی و ترور در سراسر ایران، خاورمیانه تا کانادا نام برده و از تصمیم احتمالی جو بایدن برای حذف این گروه از فهرست تروریستی آمریکا ابراز تعجب کردند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا هم با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، با این تصمیم احتمالی دولت جو بایدن مخالفت کردند. اسکات فرانکلین، نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان که جمع‌آوری امضا برای این نامه را بر عهده داشته، سپاه پاسداران را یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های به گفته وی تروریستی جهان دانست. سپاه پاسداران حامی اصلی تروریسم در جهان امروز است. من و همکارانم از وزیر خارجه می‌خواهیم که آنها تحت هیچ شرایطی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی حذف نشوند. بنابر گزارش‌ها، واشنگتن در حال بررسی حذف سپاه از این فهرست در ازای تضمین ایران در مورد کاهش تنش در منطقه است. خروج نام سپاه از این فهرست یکی از آخرین و مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی در مذاکره‌های احیای برجام است. این در حالی است که وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگو با شبکه المیادین لبنان مذاکره بر سر مسائل منطقه در چارچوب توافق هسته‌ای را رد کرد و گفت که مسائل منطقه به مردم منطقه مربوط است. حسین امیر عبداللهیان همچنین میگوید که موضوع رفع تحریم‌ها برای ایران هنوز به طور کامل حل نشده. معتقدیم طرف آمریکایی به جای بازی زمان، بازی با کلمات و اتلاف وقت، باید رفتاری واقع بینانه و رویکردی درست رو انتخاب کنه. همزمان جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود که پیشرفت‌هایی در مذاکره‌های احیای برجام حاصل شده. با این وجود تأکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، واشنگتن با متحدانش برای افزایش فشار بر ایران همکاری خواهد کرد. شرایطی که از حالا موجب تشکیل جبهه متحد متشکل از برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل شده که از دورنمای حذف نام سپاه از این فهرست سیاه و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پی احیای برجام ابراز نگرانی شدید می‌کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.